اینجا یکی از چندین بازار بزرگ فروش مواد خوراکی هرات است. بازاری که در ماه‌های گذشته پر از شهروندانی بود که به اینجا برای فراهم کردن مواد خوراکیشان می‌آمدند. اما اکنون آن حضور کمرنگ است. بی‌رغبتی که دلیلش افزایش قیمت‌ها گفته می‌شود. افزایشی که توان خرید را از اغلب شهروندان گرفته است. حالا میایم 3-4 روز همیت میایم بیکار میریم میایم. همه هرچی هم بگیم خرید بکنه خرید نمیشه. بیخی بیاد به اندازه بالا رفته. یک روغن قبلا می‌خریدیم ما با 7-7.5 ساعت. حالا می‌خریم حالا قیمت می‌کنه 11 ساعت یا 1050 ریال قیمت نه. برنج که می خریدیم با 9 ساعت ولی برنج با 14 ساعت میگه. فعلا که وضعیت خیلی خرابه واقعا. ما صبح ما خودم به شرکت تا گاز رفتم که گاز پر کنم، یعنی 11 کیلو گاز به 450 روپیه به شرکت تا گاز بودم. همین رقم اگر لوبیا بگی قبلا به 80 روپیه بود، حالا به 120 روپیه شده 1 کیلو لوبی. مثلا تیل ما مینداختیم به 28 روپیه، خود ما اینجا گفت حال شده به 45 روپیه دیگه، هر چی همی تو بالا رفته. این شهروندان که نان شب آنان بسته به درآمد روزانهشان است، حکومت را به چشم پوشی و عدم نظارت متهم می کنند. افزون بر این افراد، افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار انتقاد اعضای شورای ولایتی را نیز به دنبال داشته است. تمام مواد خوراکی ارتجاقی هم روزه بلند میره، هیچ کنترلی وجود نداره. بازار دست مافیا هست، دست زورمندا هست. کنترل بازار بسیار سخت شده برای کارمندان ادارات دولتی. فروشندگان هم افزایش قیمت خوراکی را میپذیرند. افزایشی که به گفته آنان روی حجم فروش آنان نیز تأثیر داشته است. قیمت ها بسیار افزایش یافته. اگر ما مثلا روغن به شما توضیح بدم، یک روغن مایر ما قبلا به 500 الی 4500 هم حتی میفروختیم، ولی امروز برسیده به 8500-750. این مایه خوبیه. اگر حساب برنج نگاه بکنیم، ما یک برنج هندی خوب قبلا به خونه های 1950 فروش داشتیم، ولی امروز به 2150 میفروشیم. بر اساس آخرین آماری که از بازار هرات دریافت کرده ایم، همکنون یک بشکه روغن مایه از 450 الی 500 افغانی با حدود 300 افغانی افزایش به 750 افغانی، روغن 10 لیتر از 750 افغانی به 1150 افغانی، یک کیسه آرد از 1550 با 100 افغانی افزایش بها به 1650 افغانی، یک کیسه برنج هندی با 200 افغانی افزایش بها از 1950 افغانی به 2150 افغانی، یک کارتون ماکارونی با بیش از 100 افغانی افزایش بها از 580 افغانی به 690 افغانی رسید است. با توجه به تغییرات فاحش قیمت به سراغ نهادهای مسئول و ناظر رفتیم. اتاق اصناف و پیشه‌وران و ریاست شهرداری هرات از اداراتی هستند که وظیفه کنترل قیمت در بازار را به دوش دارند. اما مسئولان اتاق اصناف و پیشه‌وران میگویند در 6 ماه گذشته از بازار نظارتی نداشتند. چون شاروال وجود نداشت، معاون شاروال سرپرست بود و این از کارهای تکنیکی خود واپی نمی آمد. دو سه مرتبه هم تقاضا کردن، اونا آمدگی داشتن که بیان، ولی متاسفانه که برای یک مرتبه هم ما همکاری نکردن که ما بتونیم بازار بدرشیم. نباید مردم به خاطر احتکار یا به خاطر نابسامانی در کنترل قیم متضررشن و مبالغ پول زیادی رو پرداخت بکنن، به خصوص کسایی که تمام ملی از اونا پایین هست. در قسمت کار میکنیم و وعده ما برای مردمی هست که کمیته انسجام را هم تنظیم میکنیم. اما مسئولان اداره محلی هرات که ظاهرا از آنچه در این دو اداره می‌گذرد بی‌خبرند، بر نظارت این دو اداره تاکید می‌کند. در مجموع مسئولیت شهرولی و ریاست محترم تجارت این هست و در راستای انسجام بازار همچنین در راستای جلوگیری از گرانفروش اقدامات بکنند که اقدامات را انجام دهند. اما در این سوی دیگر آگاهان اقتصادی که سیاست‌های اقتصادی حکومت را نشانه گرفتند، این نوع سیاست‌گذاری اقتصادی را برای بازارهای کشور به خصوص هرات نادرست می‌دانند. در اقتصاد بازار دولت‌ها باید بعد وقتا کنترل داشته باشند. چون که شما در عمل می‌بینید بعضی وقتا ولایت میگه ما مثلا کمیته اقتصادی داریم، در سطح کل افغانستان میگن ما کمیته اقتصادی، همین کمیته اقتصادی چیکار می‌کنه؟ اینا باید دولت نرخ کنترل کنند و حداقل روی یک پالیسی بتونن بتازن که در داخل افغانستان قیمت ها بالا نره و اگر بالا میرن مطابق بر روز بالا نره.
آگاهان اقتصادی در کنار اینکه از پیامدهای منفی برخواسته از عدم کنترل قیمت‌ها بر بازار هشدار می‌دهند، ادامه این وضعیت را برای اقتصاد خانواده‌ها در بزرگشهرهایی چون هرات نگران کننده خوانده و آن را عامل افزایش فقر اقتصادی می‌دانند.